سرویس های جایگزین و یا جانشین های بومی به ابداعات عجب و غریب داخلی گفته میشه که قرار بوده به جای گوگل و فیسبوک و واتساپ تجربه شیرین تری در استفاده از اینترنت رو برای کاربر ایرانی به ارمغان بیاره. نتیجه این سیستم های بومی تقریبا در همه موارد سیلی از باگ، خطای برنامه نویسی، مشکل بزرگ امنیتی و البته طوفان جوک و طنز کاربران بوده. اما پشت سالها تمسخر محصولات نمایشی دولت توسط کاربران حقیقتی اندوهبار نهفته است. برای ایجاد و روبرداری هر یک از این پروژه‌ها میلیاردها تومان از بودجه عمومی دولت ایران هزینه شده. پروژه‌هایی که حتی خود طراحانشون میدونن کمترین شانسی برای به سال دوم رسیدن نداشته و ندارن. از جمله معروف‌ترین پروژه‌های بومی مستقل و خودکفا ده‌ها موتور ملی جستجوگرن. کافیه سه واژه موتور جستجو بومی و ملی رو در جستجوگر بیگانه‌ای به اسم گوگل وارد کنید تا اسامی فهرست شن. از ظهور یاهق به جای یاهو گرفته تا تغییر لوگوی جستجوگر روسی یاندکس و معرفیش به نام موتور افتخار آفرین پارسی جو گرفته تا موتور جستجو با اسامی نظیر سلام، یوز، زال، ریسمون و فهرست بلندی که حتی مشاهده‌اش هم غم‌انگیزه. اما اگه فکر میکنین فاجعه فیلتر سرویس‌های پرطرفدار همه جای جهان و راه اندازی سایت‌هایی که به عدد انگشتان دست کاربر واقعی ندارن به موتورهای جستجوی ملی ختم میشه، سخت در اشتباهید. همین موتورهای جستجو مثلا پارسیجو تلاش کردن سرویس‌های جایگزین گوگل مپ ارائه بدن و یا شهرداری تهران تلاش میکنه تا نقشه‌ای از شهر تهران رو به جای گوگل مپ به کاربران غالب کنه که از لحاظ معیارهای ارتباط با کاربر و تکنولوژی طراحی به سایت‌های 20 سال پیش میمونه. کافیست چند آدرس رو در سایت نقشه تهران جستجو کنید تا جیغ فن کامپیوترتون از اشغال 100% CPU به دست نقشه تهران خبر بده. حیف به انگام ذکر ویژگی‌های فنی خارق‌العاده سرویس‌های دولت ساخت و اصطلاحاً بومی به ایمیل ملی اشاره نشه. دولت در بخشنامه استفاده از جیمیل و هاتمیل و یاهو و MSN رو ممنوع می‌کنه تا زمینه اجبار شهروندان به استفاده از ایمیل ملی یا پست الکترونیکی ایران، چاپار، سبامیل، میهن میل و وطن میل و پروژه‌های مشابه فراهم شه. 10 میلیارد تومان هزینه طراحی راه اندازی سرویس هایی که وضع رابطه کاربریشون حتی با یاهو، AOL و هاتمیل دهه 1990 قابل مقایسه نیست، چه برسه به جیمیل در سال 2017. نکته بامزه ایمیل رسمی و ملی وزارت ارتباطات این که در بسیاری از موارد مرورگر شما این سرویس ایمیل رو از اساس ناامن میدونه و خواستار خروج شما از این سایت میشه. صحبت مرورگر شد، صد البته مرورگر ملی هم داریم، مثل ساینا که با غرور و افتخار به نام جستجوگر امن و ملی ایرانیان معرفی و در رسانه‌ها تبلیغ میشه. میلیاردها تومان هزینه، اعلام 300 هزار دانلود و بعد یک مشکل کوچیک. وقتی فایل ساینا رو دانلود میکنین میبینین که کلیه حقوق این مرورگر متعلق به شرکت فایرفاکسه. رندی فایرفاکس رو برداشته و با تغییر پوسته و رنگ به قیمت چند میلیارد به سیاستگزاران نابغه ایرانی غالب کرده. به همین سادگی. موتور جستجو، ایمیل، مرورگر، همه این پروژه ها تازه آغاز ماجراست. نرم افزارهای پیام‌رسان بومی و ملی میان تا آب باشن بر آتش خشم کاربران از فیلتر ویچت و وایبر. کاربر نرم افزار دانلود و نصب میکنه. عملکرد فنی و طراحی نرم افزار به جای آب بنزین میشه. ساینا رو یادتون هست که فایرفاکس رنگی فروخته بود؟ دوباره ساینا این بار به جای وایبر و واتساپ و البته پیامرسان ملی و امن دیگه‌ای به نام بیسفون و یا سرویسی که حتی از تلگرام هم بهتره، سلام. خیلی ساده میشه با جستجو واکنش گسترده کاربران به این سه نرم افزار رو در شکل توییت، کامنت، فوش و استهزا مشاهده کرد. به جای فیسبوک فیلتر شده، میلیاردها تومان خرج فیسنما و ده‌ها پروژه شکست خورده دیگه که صد البته توسط اعضای فامیل و دوستان مسئولین کشور اداره میشه شد و داستان غمباری که هنوز ادامه داره. بودجه عظیم و غیرقابل باوری که میتونه صرف آموزش دانش و توانمندی‌های آیتی دانشجویان ایرانی و متحول کردن زیرساخت‌های دیجیتال در مناطق محروم ایران شه، به پای پروژه‌هایی از تولید و توزیع بازی‌های مسخره کامپیوتری نظیر گرشاس، میرمهنا، نبردهای خلیج فارس و عدن و محصولاتی بی‌کیفیت و از رده خارج هزینه شد و میشه. سایت‌هایی که تعطیل میشن، نرم‌افزارهایی که خاک می‌خورن و میلیون‌ها ایرانی که از تلگرام و فیسبوک و گوگل استفاده می‌کنن. شرکت‌های خارجی که به جای هزینه از جیب مردم صدها میلیارد دلار مالیات می‌پردازن و صدها میلیارد دلار سرمایه می‌آفرینن.